بسم الله الرحمن الرحیم. محور بحث ما بررسی اسلام از دیدگاه تورات، زبور، انجیل بود و از نظر قرآن هم، یعنی چهار کتاب به عنوان شاخص از دیدگاه اونها به قرآن نگاه میکنیم. عرض کردیم در جلسه قبل اسلام حافظه، از دیدگاه خود قرآن حافظ ادیانه، آمده بود همه ادیان را تایید کنه، آمده بود بفرماید موسی راست گفته، قرآن گفته، هر چه عیسی گفته راست گفته، نوح گفته راست گفته، اسحاق گفته راست گفته. خب کسی که مخالف قرآنه نتیجهش چی میشه؟ قرآن میفرماید حرف حضرت موسی صادقه. اگر یک یهودی نپذیرد معناش چی میشه؟ حضرت موسی صادق نیست. قرآن گفته کل مطالب حضرت مسیح راسته. یک مسیحی میگوید قرآن را قبول ندارم، یعنی حضرت مسیح راست نگفته. من از بینندگان عزیز دعوت میکنم به این عرایض بنده دقایق کمی عنایت کنند. قرآن فرموده من از اهل کتاب، یا اهل کتاب، سوره بقره، سوره آل عمران، سوره نساء و مائده. در این چهار سوره اول قرآن داریم یا اهل کتاب، ای صاحبان کتاب، ای صاحبان تورات و انجیل و زبور. قرآن فرموده اگر شما با من مقابله بکنید خودتون نابود میشوید. چرا؟ من بودم، گزارش دادم اصحاب کهف را، جنازهشون پیدا شد در اردن و جمجمه سگم پیدا شد. من بودم. قرآن گفته من بودم، گفتم در سوره ظاهرن الحقه که انهم اعجاز و نخل خاویه، قوم عاد تنومند بودن، زیر بار نرفتن، من هم با سائقه زدم. خب آثار باستان شناسان، شما بیننده عزیز سرچ کنید قوم عاد، عکس‌های رنگی ببینید به ارتفاع 12 متر. تورات نداره این حرفا رو، انجیل نداره آقای محترم، خانم محترم، زبور این مطالب رو نیاورده. قرآن فرموده ملتی را من آفریدم که بخشی از ربع الخالی عربستان ظاهرن، منطقه کویری هم هست مثل سوئیس و نمیدونم آلمان هم نیست، جنگل و چمن نداره اونجا، بدترین منطقه است. اما ارتفاع اینها طبق گزارش قرآن تا 12 متره، به اندازه تنه درخت خرما. اخیرا باستانشناسان با آدرس قرآن رفتن بنویسید قوم عاد، همین جمجمه اینها روی فرغون گذاشتن، 4 نفر میبرن به اندازه نصف پراید، ماشین کوچک، نصف بنز. این گزارش قرآنه، با نظریه داروین هم جور در نمیاد، چون در فضایی که آقای داروین گفته، لامارک گفته، در مناطقی که کویری محیط برای زندگی مساعد نیست، رشد بدن هم اونجا باید ضعیف بشه. در یک منطقه بسیار بد قومی آفریده، خدا فرموده در قرآن، خدا فرموده در قرآن، من خدا در یک منطقه قومی آفریدم به نام عاد، پیغمبری را فرستادم، به حرف پیغمبر من گوش نکرد، با سائقه زدم، اما بدانید ارتفاع اونها، بدن اونها مانند تنه درخت خرماست، از 9 متر تا 12 متر. خب شما سرچ کنید ببینید آیا این بدنها پیدا شده. ساقه، ببینید پای استخوان پای یکی از اینها را در آوردن که از زانو تا لگنه، به ارتفاع یک انسان کوتاه قده، فقط از زانو تا لگن. خب قرآن گفته من گزارش از گذشته میدم، همه درست از آب در میاد.
شما بدانید این مطالب در کتاب‌های قبل نبوده، پس باید یهود قرآن را ضمیمه کند، به تورات بداند در آینده چه خبره و در گذشته چی بوده. انجیل به علاوه قرآن است که میتواند از گذشته و آینده خبر بدهد. بنابراین از نظر قرآن یهود نصارا قبل از مسلمین به خودشون ظلم کردند. یهود و نصارا قبل از ضربه به قرآن به خودشون کتابهای خودشون ضربه زدن. قرآن ندایش اینه تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیایید اصول مشترک را با هم عمل کنیم، به خدا شریک قرار ندیم. یعنی چه؟ یعنی غیر خدا را مبدع قدرت و حرکت عالم قرار ندهیم، فقط خدا را مؤثر بدانیم، بر پدر مادر احترام کنیم، ظلم نکنیم. اما عملا دیدیم پیغمبر دعوت کرده، پیغمبر اسلام گفته من از آل ابراهیم هستم، بله. آل اسماعیل هستم، بله. پسرعموی موسی و عیسی و زکریا و یحیی و داوود و سلیمان هستم، بله. آیا من در یثرب هستم؟ بله. این متن کتاب‌های شماست. عبدالله ابن، بیننده عزیز دقت کن این جمله آدرس بدم به شما، شاید نشنیده باشید، غالبا هم نشنیدن. عبدالله ابن حیبان یک یهودی بود، فلسطینی بود. از آنجا طبق نسخه‌ای که از ایشون باقی مانده میبینه آخرین پیغمبر در یثرب در مدینه ظهور میکنه، تمام وسائلشو اقوام عشیرهشو جمع میکنه، میاد مستقر میشه در مدینه. چرا؟ میگه عبارت اینه، نسخهشون اینه، ترگم یاروشالمی، ترگم یاروشالمی، یعنی عنوان یک نسخه است، این نسخه از تورات جای دیگر نیست، اونجا اینطوری آمده، در خانه پیغمبر آخرالزمان دو تا خانم هست، یکی خدیجه یکی فاطمه. در قرآن ما این اسامی به این صراحت نیامده. پس بنابراین اگر از یهودیان عالم بخواهیم، نمیخواهد شما به سوی قرآن بیایید، به همون نسخه که آقای عبدالله و حیبان داشته و ایشون به خاطر ایمان به این نسخه از تورات از فلسطین مهاجرت کرده، رفته در یثرب یعنی در مدینه ساکن شده برای استقبال از پیغمبر جدید. پیغمبر آمد، دقیقا تطبیق کردن در جریان نصارای نجران، به این دلیل نصارا به پیغمبر اسلام ایمان آوردن، نسخه عبدالله ابن حیبان در اختیارشون بوده، دیدن در نسخه تورات عبدالله ابن حیبان آمده، پیغمبر آخرالزمان، در منزلشون دو تا خانم هست، یکی خدیجه همسرشه، یکی فاطمه دخترشه، و نصارای نجران ایمان آوردن. پس اینها مدارکی است که در موزه های شماست. ولا حول ولا قوة الا بالله.